سایت کپکان 25 بهمن. گل سرخ، گل سرخ پروانه؟ گل سرخ، گل سرخ پروانه؟ پروانه صدا تو ضعیف داره. من گل سرخ. بگوشم، تکرار کن. گل سرخ، من صداتون رو شنیدم. شما صدای منو دارین؟ اگه صدامو دارین جواب بدین. گل سرخ، گل سرخ پروانه؟ گل سرخ، گل سرخ پروانه؟ من پروانه هم، جوابمو بدین. سرهنگ؟ نمیدونی این سیستما نباید از کار بیفته؟ شامتون طبق برنامه خودتون پخت و پز شده و در سرو میشه. ما حتی برای تهیه اون از آشپزهای خودتون استفاده کردیم. میخوای ازت تشکر کنم؟ کی جرأت کرده برق سیستما رو قطع کنه؟ دستور کمیته حفاظت و امنیته. سرهنگ، انتظار داشتم بگی هموطنات سر عقل اومدن. مثل این که بی عرضه تر از این حرف هستی. اونا دلایلی برای خودشون دارن. براوو. معلومه توی پایگاه هوایی میریلند وقت تو تلف کردی. چطور میتونه اینقدر خون سرد باشی وقتی میبینی این سایت حساس توی چنگ یه عده ماجراجو افتاده؟ لازمه شما تماسی با شخص سفیر بگیرید تا راه حلی پیدا کنید. به شورشیا بگید یه راه حل بیشتر وجود نداره و اون بازگشت اوضاع به وضعیت قبله. به شما نگفتن توی مملکت چه خبره؟ نه؟ 4 تا از تیمسارای ارتش که اتفاقا از همدستای شما بودن دیشب اعدام شدن. من به شما چی گفتم سرهنگ؟ نگفتم با این آمریکایی‌ها نمیشه کنار اومد؟ اینا چشماشون رو واقعیت‌ها بستن. با اینا نمیشه مذاکره کرد.
بریم. این بارم از وجود اتاق رمز بی خبر موندن. تا دیر نشده یه کاری بکن. اون اتاق لو بره دیگه دستمون از همه جا کوتاهه. بدش من. And you thought you wouldn't get caught in my trap, little mouse. Well, I'm taking care of you now. بله دیویس، چی شده؟ برای چی امروز نرفتی؟ ببین موندم تا مغز سیستم رو بفرستم تو کما. تو آدم کشتی، از دید ایرانی ها یه قاتلی. باید زودتر از ایران بری. خیلی خوب. باشه، فردا میرم. بهتر همین الان بری. یکی رو پیدا کن تا قوچان تو رو برسونه. ببین این سایت دور افتاده و پرته، بعیده به این زودی ها کسی سراغی از ما بگیره. چریکای کمونیست دنبالتن، یکیشون نفوذ کرده داخل پایگاه. یه بار ردشو زد. نه نگران نباش، دختر تو چنگم. ها؟ چرا زودتر اینو نمیگی؟ ببین اون دختره پیش قرابالشونه، قراره به اینجا حمله کنه. بهش نمیاد کاری باشه. تا شارژ بی سیم تموم نشده بیارش باش حرف بزنم ببینم برنامه‌شون چیه. بلدم چطور به حرفش بیارم. ویدیو گوش کن، یه بار دستور موافق زیر پا گذاشتی کافیه. گوش کن، تو موافق من نیستی. ممنون به فکر منی، ولی پنتاگون یادمون داده اینجور مواقع چی کار کنیم. تمام. ویدیو بمون توی اون حفره لعنتی، نرو، ارتباطمون قطع میشه. بذار من باش صحبت کنم. ویدیو یه چیزی بگو. کسافت.
داری خودتو به کشتن میدی. لعنت به تو ویلیام. Sorry. I didn't want to bother you. Oh, you can speak English now, huh? You want to talk? Right. Well, let's talk. Will you help me to get back? When did you come here? Today, at noon. What's your plan? Me? I have no plans. So, what? You came here for fun? My father brought me. What's he looking for? He wants to mediate and solve the problem. What problem? That some have occupied the site. What's your father's position here? He's commander of the Humphreys and Superior's army. So, you're the major's daughter. I didn't think the major would do that. What do you mean? Collaborate with saboteurs and guerrillas. Your father's playing a dangerous game, kid. Communicating with the communists to occupy Capcan? The Islamic revolutionaries won't like it either. You're wrong. So what is the guerrillas' plan of attack? Believe me, I don't know anything. No one knows around here, except the Major. But don't tell me you came here by chance. If I'm late, my dad will come here with Humphreys. Look, this area is an exclosure. Your father should not have brought you here tonight. If something happens here tonight, then that's your father's fault. What are you talking about? You mean you don't know? I wish I didn't come. Are you okay now? What's your name, kid? Mahnaz. Now listen, Mahnaz. Patrick? بیا بالا. اینو برسون به کاپیتان. پاتریک بریم ببینیم تو محبت چه خبره. Give me a hand. Give me your hand, damn it. Now, you can tell him you fell down on the mountain.
Don't mention you've been here, not even to your father. Remember, if the revolutionaries and the Humphreys find out that your father's been communicating with the communists, they'll see him as a traitor. And traitors are punishable by death. Go. Go on now. I'll be waiting for you and the Major next to Redom 36 foot. Don't bring anyone else. Lock the door. چی شد بس؟ چرا تماس نگرفت؟ تا آخری لحظه پیگیر بودم. بی هیچ دردسری وارد پایگاه شد. مگه قرار نبود به محض ورود با اون تماس بگیره؟ بگه چند تا مستشار آمریکایی اونجاست؟ اسلحه‌شون چیه؟ شیفت نگهبانیشون کی عوض میشه؟ اگه تونست یه کاری بکنه حواسشون رو پرت کنه واسه عملیات ما. پس چی شد؟ هنوزم دیر نشده. اگه شما عملیات به عقب میفته. نمیتونیم بی گدار به آب بزنیم. اینجوری واسه هممون دردسر میشه. همافرا اعتصاب کردن. آمریکایی هم که دل خوشی از اونا ندارن. این یعنی وضعیت خیلی خرابه. کار ما رو برای نفوذ به سایت خیلی راحت‌تر میکنه. دیگه همچین فرصتی کمتر گیرمون میاد. رفیق بکتاش. فقط یه راه میمونه. به شرطی که همه یه کارا رو دقیق دقیق انجام بدیم. جومی سریعتر ببر سنا تو
سلام قاسم. آقا اینطوری نماز خواندین قبوله؟ اگه فرصت نداشته باشم تکرار کنم بله قبوله. آقا میگم ما بی تقصیر، ما نمیخواستم شما رو اینجوری ببینم. بیرون چه خبر؟ آقا همه دارن آماده میشن، میخوان به پایگاه حمله کنن. کی قراره حمله کنن؟ امشب آقا، میخوان این ویلیان جانسون رو دستگیر کنن. بکتاش هم هست؟ بله آقا، فرماندمونه. دمشون گرم آقا، اینا واقعا فدای خلقن. قاسم گوش کن من به چی بهت میگم. بهتره تو امشب باشون نری. برای چی آقا؟ اینا برای تقاص خونه بابا ما دارن میرن. من مثل سید موسوی رئیس کمیته انقلاب میگم که ویلیامو دستگیر کنه. آقا دستنان درد نکنه، ولی امشب کار تمام. چیکار میکنی؟ نمیترسی دست آواز میکنی؟ آقا پد چجوری غذا تا رو بخوریم؟ آمریکایی هم کاری میکنی ها؟ آمریکایی خرکی هم؟ ما اشتباه گرفتین شما. چند تا سوال ازت دارم. بله. اگر چموشی نکنی فردا خونتی. میگاش فده ساجویم بینم کنم بزنم برم خانم ها. پس میدونی امشب براشون چی پختی ها؟ ما به اونه اصلا مشروم دیدیدم آقا. پس ساقی هم هستی؟ یا ببخشید قاسم جان، اینجوری کسی به شک نمی کنی که دست و پای منو باز کردی، فقط صدات در نیاد. خب اطراف سایت مینگذاری و تله‌گذاری شده. اگه از فنس عبور کردی خیلی خوششانسی. بازدید و گشت و گذار مردم شده است. مردم با دیدن این زندان و بندهای مختلف و به خصوص سلولهای انفرادی و اتاقهای شکنجه از ته دل فریاد می زدن در بهار آزادی. واقعا از کوه سر خوردی؟ بله بابا جون، گفتم بهتون از کوه سر خوردم. چه قهرمانان و مجاهدانی که در این زندان به شهادت نرسیدند و چه رنجها و شکنجههایی که نکشیدند. امروز شکنجگران ساواک که در این زندان خدایی می کردند از ترس انتقام مردم غیور و انقلاب گیجان از پا بیرون شده. دست انتقام الهی از آستین ملت قهرمان ایران بیرون آمده و به زودی همه این شکنجگران و اربابان آنها همگی در دادگاه‌های انقلاب محاکمه خواهند شد و به سزای اعمال ننگین خود خواهند رسید. یعنی کسی نیست شروع شما رو راپورت بده؟ دنبال دردسر میگردی؟ ما فقط اعتراض داریم به حقوق عقب افتادمون. همین. آره، نباید سیاسیش کرد، وگرنه انگ کمونیستی میخوریم. آخه نیاوران امروز نیست مورد دید و بازدید مردم قرار دارد. در حالی که صدها هزار ایرانی در ساقه های اطراف شهرهای بزرگ در فقر و نداری روزگار میگذراندند، خانواده سلطنتی در کاخهای اشرافی و پرسر بچه‌ها یه دقیقه حواستون باشه جمع بشین.
جمعش کن الان وقت این کار آخه. خب خسته نباشی. سلامت باشی. بچه در حال حاضر مسئله حقوق کوچکترین خواسته ماست. مگه ندیدین؟ مراکز ساواک این روزا شده محل دید و بازدید مردم، شده پاتوقشون. اینجا متعلق به همه مردم ایرانه. ما الان در حال حاضر فقط منتظر دستور دولتیم که به همون بگن باید چه بکنیم. فردا من به همراه چند تا دیگر دوستان همافر عازم مشهد هستیم. بریم اونجا با مسئولین کمیته انقلاب صحبت کنیم، ببینیم چه دستوری میدن. به طب هر چی که به ما بگن ما تابعیم. دیگه دوره ترکتازی و یکتازی آمریکایی‌ها تو این مملکت گذشت. اینو همه باید یادشون بمونه و بفهمن. یادت رفت طبق این توصیه راز تو به رفیقات نگی رئیس؟ جرالد، تو آماده ای؟ من الان تو راهم. منتظر تو، تمام.
بابا این همونه، همونی که از صندوق عقب برداشت. کسی هم از ماجرا خبر داره؟ برای شما مشکلی پیش میاد؟ یعنی چی؟ چرا زودتر نگفتیم؟ اون زرفارو که میبینی؟ آخه من خواستم بهتون بگم ولی شما خیلی خوب خیلی خوب دوباره من بگم میره سپری می کردن. کاخ نیاوران بنابر نظر کمیته شمیرانات قرار است به عنوان موزه دائمی به روی مردم گشوده بماند. اونایی که این دستگاه بیسیم رو گذاشتن پشت صندوق عقب احتمالاً میدونستن من دارم میام اینجا. یعنی شما واقعاً نمیدونین کار کیه؟ نه، معلومه که نه. یه آدم ریزنقشی بود. هر کس میتونه باشه، یکی از کارگرای اینجا یا حتی از همافرا. شما گفتین که میخواین اوضاع سایت رو سر و سامون بدین، آخه چطوری؟ به کمک همافرا و امریکایی‌ها. مطمئنین که میشه؟ نمیدونم. فعلا که اوضاع بد نیست. واقعا؟ بابا من از کوه سر نخوردم، بهتون دروغ گفتم. چی؟ پس چرا قصه رو ساختی؟ تا به حال راجب تونلا صحبتی نکرده بودی. مگه مهمه؟ بله الان که انقلاب شده مهمه. آمریکایی تو این مملکت هر کاری خواستن کردن، ما کاری نبودی. اصلا برای چی اومدیم اینجا؟ به خاطر اون چیزی که 3 سال من از تو مامانه دور بودم، به عشق ایران. بعدم که رفتم آمریکا دوره افسری هوانوردی رو ببینم. من براتون اهمیتی دارم؟ وقتی که به دنیا اومدی احساس میکردم خوشبخت‌ترین آدم روی زمینم. تا اینکه تو اون حادثه لعنتی مادرتو از دست دادم. اما بعدش رفتین جنگ زوفار. من از محبت پدریم محروم شدم. ارتش چون و چرا نداره. سرپیچی از دستور مثل خیانت به کشوره. اون جنگ در خدمت امپریالیسم بود. ولی کمونیست تو اون منطقه نفوذ کرده بودن. برای ایران خطرناک بود. بهتره بگین برای رژیم شاه. شاه شده بود ژاندارم منطقه. زوفارم که جنوب عمان، اون ور خلیج فارسه. شاه نمیتونست دست رو دست بذاره و فقط تماشاچی باشه. چرا نمیگین به دستور آمریکا وارد این جنگ شده؟ Thank you.
بیا تو. فهمیدی ایرانی ها چه غلطی میخوان بکنن؟ الان یه عده‌شون جمع شدن پای تلویزیونن، دارن یه سرود حماسی رو با همدیگه میخونن. اینا ژنرالایی بودن که هایزر خواست باهاشون کودتا کنه تا افسار این کشور دست آمریکا بمونه. چونمون در امانه؟ واقعا نمیدونم. امروز ریختن توی سفارتمون، دو نفری هم کشته شدن. تام میگفت چریکای کمونیست میخوان بریزن اینجا. به ایرانی‌ها خبر بده، این فرصت خوبیه، میتونه اعتماد اونا رو به ما برگردونه. نه برعکس، تام میگفت فرصتیه برای خلاصی ما از دست همافرا. رئیس، جای مخفی زیر تخت تو چک کردی؟ چی؟ اوه نه، کار جرالده؟ آره، کیف رو رسونده به ویلیام. اونو جرالد خرابکاریشون رو شروع کردن. این ویلیام احمق همش درد سره. همین تندروی ها ایرانی ها رو علیه ما شرونده. به ویلیام نگفتی اوضاع خرابه؟ به اون کلشاک گفتم چریکا، دارم میان تا اونو دستگیر کنن. ویلیام، ویلیام، میشه بگی اون بیرون داری چه غلطی میکنی؟ چرا نگفتی پنتاگون برنامه خرابکاریو بهت داده بود و تا حالا دست رو دست گذاشتی؟ منظورت چیه؟ هاشا نکن. گوش کن، کیف ردر جنسی پیش منه. زودتر کیفو برگردون، هنوز دستوری نرسیده که دستورالعملشو اجرا کنیم. میتونی بیا بگیر. میبینی تو حتی نمیتونی تصمیم بگیری. لعنتی، با دختره چیکار کردی؟ کار سختی نبود، زود رام شد. چطوری باش حرف زدی؟ دوستانه، انگلیسیش بد نیست. فهمیدی برنامه‌شون چیه؟ ببینم سرگوش شریف زاده اینجاست؟ آره، امروز اومده. خب که چی؟ اون نفوذی که ازش میترسیدی دختر سرگرده. دیدی بازم تند رفتی؟ سرگرد و ژنرال گاست فرستاده. گوش کن، ارتشش از نفوذ توده یاسی پذیر بود، اینطور نیست؟ ارتش باید مقربی یادت نرفته که. حالا مطمئنی اون دختر سرگرده؟ آخه یه دختر داتی میتونه روون انگلیسی صحبت کنه، اونم با لهجه آمریکایی. شانس بیاری کارا رو خراب نکرده باشی. نگفتی چه بلایی سر کیف آوردی؟ با تو هم نگفت. تبلیغ میکردن هرکی سه ماه بره زفار بهش پیکان میدیم. گرفتین؟ چی رو؟ پیکانو میگم. اون موقع 14 سالت بود، یادته؟ مریضی سختی گرفتی، میخواستم برگردم ولی بهم اجازه ندادن. یه شب چریکای زفار غافلگیرمون کردن، خیلی ها کشته شدن. برگشتیم ایران، زنده ها رو به جرم خیانت به شاهنشاه محاکمه کردن. پیکان که ندادن هیچ، 6 ماه هم حبس بریدن. با اینکه تو اون روزا حالم اصلا خوب نبود، توی حبس رو میگم، ولی خوشحال بودم که میومدی ملاقاتم. حداقل هفته یه بار میدیدمت. بابا
بچه ها حق دارن به مادر پدرشون بدبین بشن؟ چرا این حرفو میزنی؟ حق دارن یا ندارن؟ دارن، ولی نباید زود قضاوت کنن. شما مامانم رو دوست داشتی؟ خیلی. خب الان وقت این حرف هست؟ از وقتی که خودم رو شناختم مثل یه بچه یتیم بودم. بعدش هم که شما و مامان سو... چرا ساکت شدی؟ حرفتو بزن. حق با شماست، الان وقت این حرفا نیست. یازده سال قبل، پایگاه هوایی مشهد. سروان کاری نداری؟ نه سروان شریف داده. دختر گلت هم بپرس سلام برس. قربونت، میبینمت. سروان خداحافظ. خدا نگهت، بچه‌ها میبینمتون. خدا Let's go out for dinner tonight. Come on, girl. Don't be shy. Wow, I like your shawl. ببینم توی کانال کسی رو دیدی؟ یه آمریکایی. از همون اولم قصه سر خوردن تو باور نکردم. بابا میتونه خیالم راحت باشه که این سفر برامون دردسر نمیشه؟ گوش کن ببین چی میگم. میگم اذیتت نکرد.